ببخشید من یادم رفته خودم آن میوت کنم. سلام علیکم. تیپیکال من همیشه تو جلسه ها دارم حرف میزنم و بهم میگن سامانه جان میوت. خب خیلی خوبه که حواست هست. You keep yourself on a safe side. آره انقدر که همش دور برم، خب همیشه بچه هست و خانواده، من از خونه کار میکنم، آره زندگی خونگی همیشه جریان داره، من آره همیشه باید میوت کنم سریع. یه خورم این برگشت صدا تو جلسات اذیت هم میکنه، وقتی یکی میوت نیست هی صدا برمیگرده، وقتی آره تعداد جلسه تعداد آدم ما بیشتر از 2-3 نفره. اول به من بگو که دقیقاً حالت چطوره؟ من حالم خوبه، من همیشه سلم از جون با دوستایی که جلسه داریم و از جهان کوپرت میان خیلی عادت به این حال احوال اول جلسه ندارن، یهو میرن تو جلسه من اینجوریام که اجازه بدید دوستان بیاید، ما اصلا پروتکل اینه که اول سلامت چکین بکنیم با هم دیگه. الان تا این کار کردم اینجوریام که آخرش احساس کردم که احساس سیف بودن کردم. آره، بر خود منم همین جوریه، احساس میکنم grounded شدم. و اینی که داری میگی corporate life، چند وقت پیش من یه جایی دعوت شده بودم برای اینی که یه ورکشاپ طوری بود، منتها رو زوم بود. همینی که میگی، ببین قشنگ اون حس رو گرفتم که چقدر چاپ چاپ و بدوین و on the spot و برید سر هر مطلب. اصلا من هیومر رو میارم اینجور موقع، من با شوخی سری با شوخی خنده اصلا دم، چون جای سلام و احوالپرسی که نداریم، همه من بدجور دارن نگاه میکنن که ما رو و با هیومر رفتم، با اینکه حالم داشت اصلا، یعنی احساس میکردم دارم خفه میشم و چقدر شوکه‌زار این شدم که من دیگه تو اون دنیا زندگی نمیکنم. نه که بگم بداها، ولی دیگه بر من نیست دیگه. آره منم اصلا برام نیست و بچه هایی که از اونجا میان، مثلا من در طول سالهای گذشته با کسایی کار میکنم که مثلا کارشون مثلا ادمینیه و قبلا مثلا با تو فضاهای فمینیستی ادمین نبودن، مثلا ادمین یه شرکتی بودن، مثلا یه جای کار، یا سوشال مدیا منیجرن ولی سوشال مدیا منیجر یه کمپانی بودن، خیلی تو فضان. بعد مثلا اینجوریه که خب سر این موضوع مثلا اجندای جلسه سر این 2 دقیقه صحبت کنیم، اینجوریه که نه سر این حلقه که لازمه صحبت کنیم 2 دقیقه. چرا این کارو با من و میکنی؟ احساس میکنم که اول براشون اینجوریه که مثلا میرسیم احساس میکنن که بی برنامه است، و بعد که میان تو کار میبینن نه اتفاقا چقدر اینجوری بهتره که همه آفرین. چیز خودش دست بده، یه موضوعی ممکنه 2 دقیقه طول بکشه، یه موضوعی ممکنه 20 دقیقه طول بکشه، حالا واجب نیست که همه چیز یک اصلا زمان باشه. و این نشون میده که تو به یه آره دیگه دیگه خب میدونیم الان من همه چیزایی که میخوام راجع به صحبت کنم همش رو داری تایید میکنی دونه دونه. اول از همه اینی که سامان جان میخوای خودتو معرفی کنی، چند خطی هر چقدر دلت میخواد از خودت بگی. من سرماجی، من سمانم، من سمانم و خودم رو اون چیزی که دوست دارم اول از همه باهاش معرفی بشم، کنشگر فعال، در واقع کنشگر و فعال برابری جنسیتیه. من سابقه تحصیلی حقوقیه، هم ایران حقوق خوندم هم خارج از ایران حقوق خوندم، خارج از ایران به علاوه حقوق مطالعات مهاجرت هم خوندم. در ایران با دستی به قلم داشتم می نوشتم و فعال حقوق کودکان کار بودم. خارج از ایران خب خیلی چیزا عوض شد و اینی شدم که الان اینطوری خودم میتونم خودم باهاش معرفی بکنم. مادر هستم، فرزندم الان دیگه دو سه ماه دیگه میشه 6 سالش. دلم آره و چند سالی هم هست، 1 سال بیشتر سن همسر سن فرزندم هم هست که ازدواج کردم و فعلا در همون ازدواج هستم با اجازتون. عاشق نقطه نظرت. آره دوست دارم بگم که سمانه از نوجوانی همیشه با افسردگی دست و پنجه نرم کرده، نره هیچ وقت مثلا اینجوریه که بگه خداحافظ من دیگه امروز تو رو ترک میکنم سمانه جون میرم. یه وقتایی اپیزودهایی بوده که اومده قشنگ نشسته فکر کرده صابخونه است، یه وقتایی هم مثل این روزها خدا رو شکر خبری ازش نبوده، رفته تو اتاق درو بسته برای خودش. قشنگ تو تصویر سازی میکنی افسردگی. ولی در حال در رفت آمده هیچ کس هم نمیدونه که دفعه بعدی که میخواد بیاد کیه. آدم های بسیار عزیزی رو تو زندگیش از دست داده، نه الزامن همه از دست دادن ها به این معنی که از این دنیا رفتن، بعضی ها مبتلا به بیماری هایی شدن که دیگه واقعا با جهان واقع شاید اونقدر ارتباط نداشته باشن و آدم احساس بکنه خب دیگه در زندگیش وجود ندارن، و شکست های بزرگ. یعنی به هر حال من به خاطر همین همیشه سعی میکنم تجربه خودم از این که مثلا من
دانشگاه تهران و دانشگاه شریف نرفتم و نفر یه دانشگاه آزاد ایران، دانشگاه آزاد درس خوندم دیگه، یا مثلا نمیدونم تجربه ازدواج و طلاق تو سن 23 24 سالگی داشتم. تازه قبل از اون یه بار نامزد کرده بودم، نامزدیم به هم خورده بوده. یا بگم به خاطر اینکه اینا اینجوریه که همین میگم کسی یه برش رو بر نمیداره نگاه بکنه، نباید یعنی در واقع این اتفاق بیفته. همه اون اتفاق ها افتاده که در نهایت از من این آدمی رو بسازه که امروز هستم، با همه معایبی که دارم، با همه خوبی هایی که دارم، با همه نقاط قوت و نقاط ضعفم، و این مسیر هم ادامه داره. من یکی از چیزهای قولهای امسالم به خودم اینه که اینو، البته قول سالی بود که سیگار رو ترک کردم، این بودش که من میخوام، از مامانم پرسیدم با بزرگ چند سالش بود، پیرترین اجداد من بود، یکی از با بزرگم 85 سالش بود، گفتم پس غالبا هم پدرم هم پدر بزرگ مادر بزرگ دیگه جوانتر از دنیا رفتن، گفتم پس میشه، ببین پس ژنمون هم هست 85، گفتم که من خواهم رکورد با بزرگو بزنم، من هدفم اینه که سالم زندگی بکنم، خوب زندگی بکنم و زندگی رو دوست بدارم که بیشتر از 85 سال امیدوارم که زندگی بکنم. پس این پس این حالا حالا من تازه از این اشتباه خواهم کرد، کلی اپیزودهای خوب و بد در زندگیم خواهم داشت، اما خب زندگی همینه دیگه. امیدوارم که کسی هم میخواد در آینده زندگی منو نگاه بکنه، این طیفه رو همه رو ببین خواهم ببینه. آره سامان جان، میدونی من امروز که داشتم هر همیشه قبل از اینی که شروع کنم این مکالمه رو فکر کنم که من این آدمو دفعه اول کجا، من یادم تو سوشال میدیا دنبالت میکردم ولی مثلا هنوز متوجه نشده بودم دقیقا تو کی هستی تا یه مصاحبه ای داشتی به زبان فارسی، یادته؟ بچت هم فکر کنم دو سالش بود. اوکی چی بوده مصاحبه؟ با کینگرام. اوکی آره 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 و انقدر من از تو چیز یاد گرفتم عزیزم، و دیگه بعد از اون دیگه ویجی یعنی دنبال بس الان میگی دستی به قلم دارم. ببین دو خطم می نویسی، جالب می نویسی، یعنی اصلا. و یه چیز دیگه اینه که من خودم چون کلا گنجینه لغاتم، گهگداری، فکرم حافظه لغویمه، خب به اندازه خیلی قوی نیست، مثلا یه موقعی فارسی رو با انگلیسی، انگلیسی رو یه ذره فرانسه یادم باشه، حتی آذری یادم باشه میذارم توش، مشکل منه دیگه، من اینو دارم. و یه موقعی این مغز من ران نمیشه، میخوام مثلا دسکریپشن پست بنویسم راجبه یه مطلب میخوام بنویسم، ران نمیشه خدای، یا میخوام پادکستم رو شروع کنم، یکی از کسایی که میرم پستاشو میخونم شمایی. برای اینکه قشنگ گفتم اینو بدونی، برای اینکه قشنگ منو رو رام میده، سخاوتمندانه میگی به هم، مرسی از این. واقعا شما احتیاج داری که اینو بدونی. من قشنگ وقتی میخونم انگار که موتور مغزم، این چرخ مغزم منو میچرخونی قشنگ. آها حالا نه اینکه اصلا من راجب و مطلبم نمیخوام حرف بزنم ولی ربون میکنی، میندازی تو قلتک برام و میخوام بابت ماجرا ازت تشکر. مرسی ازت که یعنی سهم بزرگی، کانتریبیوشن بزرگی توی زندگی من داری، از نظر اینی که به هم میگی که میشه رفت جلو، همچنان آهسته و پیوسته میشه رفت جلو، هر کی به سهم خودشو. خواستم بدونی، مرسی ازت، متشکرم. مرسی از تو که میگی بهم. حالا من یه سوال دارم ازت، بذار همین اول یه سوال چکشی بپرسم. اگه یه نفر رو بتونی از مسیر زندگی از همین امروز، از این گذشته‌ای که اومدی تا به امروز حذفش کنی کاملا، کی میتونه باشه و چرا؟ حذفش کنم، آره اصلا بگی آقا من این تجربه رو نمیخواستم داشته باشم، مثلا دوبار اتفاق افتاد چه کاری بود، یا اصلا نمیخواستم. اوکی خیلی سوال سختیه و خیلی هم گذاشتین تو اسپات، به خاطر اینکه این آدمی که الان هستم مجموعه ای از همه اون آدمایی که تو زندگیم بودن، تاثیراتی که تو زندگیم داشتن، و اینو میگم با این عنوان که مثلا من از ایران ازدواج کردم جدا شدم، اما اینجوریام که میخوام اون آدمو حذف کنم، نه خب به هر حال چه بهتر که اون تجربه رو در سن کمتر داشتم، در اون موقعیت داشتم، آسیبهاش کمتر بود. یا بعد آدم های دیگه ای که ازشون خیانت دیدم، ازشون در واقع بیرحم بودن با هم، بعد نگاه میکنم میبینم که نه خب اون آدم ها هر کدومشون یک مشارکت جدی در این آدمی که من امروز هستم دارن، و خب واقعیتش این که این آدمی که امروز هستم و الان و اینجا
دوست دوست دارمش، داری؟ الان باش خوشحالم. عزیزم میگم اگر اون قرار بود یک همچین چیزی به وجود بیاره، نتیجهش این باشه، چرا که نه. اما سال اولی که اومده بودم، سال اولی که مهاجرت کرده بودم، با یه آدمی دیت کردم که دیت هم بود، ولی خیلی اذیت شدم به خاطر اینکه هنوز فرهنگ دیت کردن اینجا رو خیلی نمیدونستم و اینها. اون فکر میکنم که یک هزینه خیلی زیادتر از آن چیزی که یاد گرفتم داشت، و مثلا اون قابل حذف شدنه، چون بعدا حالا مثلا میشد در موردش، لازم نبود حتما یک تجربه واقعی کنم، میشد بیشتر فیلم بخونم، فیلم ببینم، کتاب بخونم تا اون تجربه ها رو داشته باشم. اون یه ذره فکر میکنم هزینهش زیادی برام زیاد بود، برای موقعیت تازه مهاجرم و همه اینها. باری که الله ببین، تو اولین کسی هستی، چون همه اینو میگن که راه رشد، منم خودم همین احساسو دارم که هر کی تو زنه، ولی من یاد گرفتم، حداقل من اینو متوجه شدم که لازم نیست برای همه چی یه نفر بیاد پوست منو با پوستگم بکنه، یه سری چیزا رو خودم هم میتونستم یاد بگیرم. آره، بعضی هاشون، یعنی بعضی برای بعضی از یاد گرفتن ها راه های کم هزینه تری هم وجود داره. من دیگه از اون ماجرا گذاشتم که من اومدم تو این دنیا پوستم هی کنده شه، حالا میگم نشد نشده داره به استخونی میرسه دیگه. یعنی پوست ما رو اینجوری نکندین هم نکندین. و یه چیز کوچولویی که همیشه لبخند به لبت میاره چیه؟ با دوست ندارم جواب کلیشه ای بدم، خیلی دارم سعی کنم از کلیشه به بابا دور باشم، اصلا ولی خودت در حال باش. حاضر بچمه واقعا. فکر کنم چرا فکر شاید کنی مثلا 2 سال پیشی نبود، اما این تجربه مادریه در طول 1-2 سال گذشته برام یه تجربه ایه که واقعا بهش میتونم پناه ببرم، یعنی حتی وقتی زندگی سخت میشه اینجوریام که کاسپیان کجاست، برم با کاسپیان بازی کنم، و این اون جهان کودکی اون منو قشنگ میکشه در خودش و یه فضای امنی رو برام ایجاد میکنه، و حتی فکر کردن بهش که مثلا الان مثلا از مدرسه میاد، میشه بغلش کرد و میشه رفت تو دنیای اون غرق شد، باعث میشه حالم بهتر باشه. آره، ببین کجای دنیای کاسپیان برات از همه جالب تره؟ به نظرم اون شفافیت و صداقتش، شفافیت و صداقتش، امیدش، نمیدونم، یه دنیای در حال حاضر، یه دنیای نیالوده است دیگه، واقعا هنوز آلوده به مناسبات این جهان هنوز نشده دیگه. کاسمه خیلی کوچیکه، هنوز میگم 6 سالش نشده، هنوز یاد نگرفته. حتی من وقتی اینو میگم به خاطر اینکه خب مثلا میاد، اگر من حتی ناراحت باشم، با اون ناراحت باشم یا از هر چیز دیگری ناراحت باشم، میاد به من میگه که مثلا چرا خوشحال نیستی، چرا منو دوست نداری. بعد همیشه بهش میگم که من تو رو دوست دارم، ولی حالا مثلا خوشحال نیستم، یعنی نه خوشحالم باش دیگه، چون من دوستت دارم، مثلا بغلم میکنه. خب این واقعا اینجوریه که آدم خوش میگه خب مگه میشه واقعا دیگه خوشحال نباشم دیگه. ببین بعد از مهاجرتت یه چیز خیلی خوبی گفتی راجع به دیت، چون منم خیلی چالش داشتم وقتی بعد اومدم کانادا، اولا دیتینگ برای من خیلی چالش برانگیز بود، مخصوصا یه بریک اپ بعد و طلاق بعد و همه چی اومده بودم، مایندستم خراب بود. حالا جز دیتینگ، بزرگترین چالش بعد از مهاجرت چی بود؟ دوستیابی. اتفاقا من بعد از اون دیتینگ، بعد از اون دیته، خب دیگه یه ذره یه چیزایی رو یاد گرفتم، بیشتر آشنا شدم با فضای دیتینگ، و خب همون اواخر سال اول پس از مهاجرتم با کسی که امروز همسرمه آشنا شدم، و خب دیگه از دنیای دیتینگ خارج شدم. رابطه مثلا بعد از 5-6 ماه جدی شد، یعنی میدونستیم خب دیگه ما فقط همدیگر رو دیت میکنیم، با کسی دیگه بیرون نمیریم، و بعد دیگه همینجوری تا امروز جدی موند. عزیز دلم تو فضا دیگه چالش داشتم. اما دوستیابی و آدم ها بعض وقتا تعجب میکنم، میگن تو پارتنرت مثلا ایرانی نیست، بعد دوستیابی سختته، مثلا تو پارتنرت، در یافتن پارتنر مشکل نداشت. گفتم قواره نمیدونم، اون پیش اومد، اون یه آدمی بود که حالا به هر حال با هم دیگه کانکت شدیم. سالهای اولی که در سالهای اول مهاجرت وقتی دانشجویی، خب طبیعتا با سایر دانشجوها میگردیم، و بعد اینا درسشون تمام شد میرن خونه هاشون، نمیمونن غالبا شهر اینجا، و این اصلا یه تجربه خیلی وحشتناکی برای من بود. من احساس میکردم که من 30 سالگی تو ایران از کلی دوست و کامیونیتی که ساختی خدافزی کرده بود و هم اومده بودم اینجا. بعد من اول چند ماه اول 6-7 ماه اول مدرسه زبان میرفتم، تو مدرسه زبان با یه سری از آدم دوست شدم و دوباره با اونا خدافزی کردم. بار اولی که مستر اولی که میخوندم دوباره همین آدم ها درستشون تمام شد رفتن، مستر دوم من اصلا دیگه قید دوست پیدا کردن زده بودم، گفتم اصلا رابطه عمیق نمیخوام، من خسته شدم از این همه، چقدر با آدم خداحافظی بکنم. و اینجوری بودم که
مثلا با همسایم دوست بشم، کسی که خونه زندگیش اینجاست. یادم یکی دو بار با یکی دو تا از ایرانی هایی که اومده بودن اینجا دوست شده بودن، من رو مهاجرت کردم رفتم یه جای دیگه. چرا اینجوری میکنید شما؟ آرام بگیرید عزیزانم. آره یادم یه دوستی داشتیم اومد اینجا، اینجا زندگی میکرد، همینجا با همسرش اومده بود، باردار شدن، یه بچه داشتن، و من احساس میکردم که ما یک خانواده دیگه هست که مثلا باهاشون در ارتباطی، به بعد مهاجرت کردن آمریکا. دوستیابی به نظرم یه چالشیه که چالش سختیه. و یه اتفاقی هم که برام جالبه اینه که احساس میکنم که آدم هایی که مثلا تو شهر خودشون خونه زندگی خودشون دارن زندگی میکنن و مهاجر نیستن، دیگه در سن 30 ساله، حالا البته دیگه من الان میگم 30 سالگی، من 30 سالگی مهاجرت کردم، حالا من دیگه 39 سالمه، اون دیگه تا 30 سالگی 35 سالگی اصلا کامیونیتیشون رو ساختن، دوست جدید کمتر پیدا میکنن انگار. من حالا من که این تجربه رو در این سن در ایران نداشتم، که اگه من ایران بودم چه اتفاقی میافتاد، ولی احساس میکنم آدم ها دیگه بالاخره یه کامیونیتی دارن، یه گروهی از دوستان و اقوام دارن، و احتمالا خیلی انرژی نمیذارم که با آدم های جدید دوست بشن. و تو به عنوان مهاجر اونی هستی که میخوای مثلا بری سعی کنی خودتو جا بدی توی گروه هایی که آلردی شکل گرفته وجود داره، با آدم ها دوست بشی. آره این فکر میکنم یه چالشی بوده برام. من سالی که کاسپیان به دنیا اومد سال 2018، الان که بهش نگاه میکنم حجم تنهایی خودم برام غیر قابل باوره، چون من اون موقع انتهای مستر دومم بود، یعنی ترم آخر مستر دومم بود، و خب کامیونیتی همه دانشجوها بودن. کاسپیان به دنیا اومد و دانشجوام درسشون تمام شده رفته بودم، و من واقعا یک دوست هم نداشتم، دوستی که در همین شهر باشه، در همین کشور باشه. و مثلا یه دوستم رفت برگشت آلمان، اون یکی دوستم برگشته بود ایرلند، اون یکی همینجا انگلستان بود ولی برای ویزای کاری تو سوئد پیدا کرده بود رفته بود، و من به غایت احساس تنهایی میکردم. الان 39 سالمه و احساس میکنم که الان اونقدر تنها نیستم. الان هم تو شهر خودمون یکی دو نفر رو میشناسم، ولی با این حال واقعیتش اینه که انقدر تو این دوستیابیه تو مهاجرت چالش برانگیزه که من همین که یه کسی رو تو لندن و حتی نه منچستر هم میشناسم، چون که نه خوبه دیگه، برای تو این کشور چند نفر رو میشناسم. از دست دادن دوستا و بعد ساختن دوستای جدید یه ذره میتونه مسیر سختی باشه و آدم نمیتونه ازش انتظار 1 ساله 2 ساله داشته باشه. یعنی حداقل برای من اینطوری، من شخصیت آدم ها، روحیات آدم ها خیلی میتونه با هم، میزان تلاشی که آدم ها میکنن برای دوست شدن. یعنی 1 ساله 2 ساله بگو منظور تو. یعنی در طول 1 سال 2 سال نتونستم اینجا برای خودم کامیونیتی بسازم که بگم اوکی من به این کامیونیتی تعلق دارم، با دوست دخترام امشب دارم میرم بیرون. یعنی تو همون موقع که دانشجو بودیم میشد، اما بعد از اینکه تمام شد آدم ها رفتن، آدم ها رفتن سراغ یک جای دیگه، و ما مهاجر هایی که مهاجرت کردیم که بمونیم، یعنی ما مهاجرای ایرانی، البته اون که از ایتالیا اومده اینجا مسترش رو بخونه بعد مثلا احتمالاً برگرده بره ایتالیا کارش رو بکنه دیگه. الان که داری میگی منم دارم همچی که شما داشتی میگفتی داشتم دورم که میدم راست میگی، من چقدر گروه بودن که دیگه اصلا وجود ندارن، اصلا اگرم حتی چند تاشون وجود دارن مسیر زندگیمون عوض شد. مثلا من زودتر ازدواج کردم، بچه دار شدم، اونا همچنان داشتن یه مسیر دیگر طی می‌کردن، اونا تازه مثلا الان بچه دار شدن، فاصله های یه جوری عوض شد، مدل ها عوض شد. درسته. ببینیم الان که داریم راجع به دوست صحبت میکنیم، مهمترین ارزش هایی که تو داری که بخوای انتخاب دوست کنی چیه؟ ممکنه سوال کلیشه به نظر بیاد ولی خیلی عمیقه و واقعا از نظر یکی مثل شما خیلی دلم میخواد بدونم چی. آی کودکی، من انقدر دلم میخواد برگردم به نوجوانی، فقط در مورد دوستی ها. من همیشه در مورد برگشتن به عقب میگم، من حتی یک روز هم حاضر نیستم به عقب برگردم، جون کردم که اون 24 ساعت گذشته برگردم عقب اصلا. ولی در مورد اون جوری که تو نوجوانی با هم دوستیم دیگه و میز بغل دستیم نشستی ازت خوشم میاد، بیا با هم دوست بشیم، عزیزم. خیلی دلمونو میخواد. در طول سالهای گذشته اصلا مثل اینجوری که داری با یکی صحبت میکنی میگی چقدر ازش خوشم میاد، بر من فکر میکنم میخواد ذره آدم سخت و جدی هم شدم در طول این سالها، یهو یه حرف زنستیز میزنه اینجوری که اوی نه مثلا آخ نمیشه با تو دوست شد، که یه حرف نجات پرستانه میزنه. اوکی پس ارزشات یکی همینه که آره ارزش هم اینه که واقعا با اون آدم، به ویژه که من بعضی حتی
به سر همسر خودم هم میگم، میگه بیا در موردش بحث کنیم، من نمیگم من مخالفتم ولی دوست دارم در موردش بحث کنیم. بهش میگم گابریل این شغل منه، من با تو خونه زندگی خودم نمیخوام بحث کنم دیگه. من آره درس رو میرم توی برنامه تلویزیونی میکنم، با نمیدونم با بقیه کارشناسا میکنم، نمیدونم توی ورکشاپ هم میکنم و دیگه نمیکشم با دوستا و خانواده خودم بحث بکنم. شاید برای من اینطوریه چون که تو کارم دارم اون توضیح ها رو میدم، دیگه دوست ندارم جای دیگه هم مثلا در موردش صحبت بکنم. من با اعتقاد به برابری، نمیگم از زمان فمینیست بودن ولی زن ستیز نبودن، که خب خیلی ها میدونی که معتقدن خب اگه زن ستیز نباشی بس فمینیست هستی دیگه، اون و نژاد پرست نبودن و این ارزش هایی که برای خودم ارزش های انسانی محسوب میشه، اینا واقعا فکر کنم یه ذره خط قرمز ها من و برام مهمن. یک مسئله دیگه هم که هستش، چیزی که خیلی برام مهمه، اینه که رابطه بر پایه، نمیگم بر پایه منافع نباشه ولی بر پایه منافع روانی و قلبی و دلی باشه. یعنی من منفعتم، من حالم سمانه چون با تو خوبه، با تو دوستم، نمیگم منفعتی برام داره دیگه، 100% این برای یک نفعی برام منه دیگه، من از تو در کنار تو آرامش دارم، در کنار تو حالم خوبه، دوست دارم بر پایه این باشه. اگر احساس بکنم که دوستی بر پایه اینه که حالا مثلا یه جایی به کارمون میاد، مثلا نمیدونم از به خاطر ارتباطاتش، به خاطر نتورکش و اینا، با نتورکینگ مشکلی ندارم، ولی خب اگر نتورکینگه منم بدونم که نتورکینگه، تو رفیق من نیستی، دوست یار و غار من نیستی. این هم تو دوستی برام خیلی مهمه که بدونم ما جالبیه تو مهاجرت خیلی مهمه و با نتورکینگ قاطی میشه. من مثلا بعضی وقتا برام پیش اومده که یک جایی مثلا یه کسی که خیلی باهاش دوست احساس میکردم، که من فکر میکردم که او دوست منه، یکو مثلا سر یک اتفاقی مثلا دیگه با من صحبت نکرده، بعد من همیشه میگم من ناراحت نشدم، فهمیدم من در محاسباتم اشتباه کردم، با من فکر میکردم با هم دوستی، ما نمیدونم، من نمیدونستم که ما فقط با هم همکارهایی هستیم که به خاطر منافع کاریمون حالا فعلا به هم نزدیکیم، بعد که اون حل میشه دیگه با هم کاری نداریم. ما میگفتیم منم رو تو همون حسابو میکردم، من فکر کردم ما چیز دیگری هستیم با هم. اعتقاد این صداقت مهمه، ولی باید میشه همجوری داره چراغ تو سر من روشن بشه. هی میگم این خوبه، اینو تو پادکست راجبش صحبت کن. اگه بخوای به کودک درونت یه چیزی بگی، برای اینکه معلومه خیلی ارتباط خوبی با درونت و با پسرت هم داری، چی میگی؟ کودک درونم همین امروزا، نه به در گذاشت، همین الان به همین کودک الان سمانه بهش بهش چیزی نه ازش معذرت خواهی میکنم راستش بخوای، که بهش به اندازه کافی اجازه حضور و ظهور نمیدم. ببخشید که زندگی اینقدر جدیه و من اینقدر جدی شدم در طول زندگی که تو کمتر فرصت داری که خودی نشون بدی. خیلی قشنگ بود. بابا تو داری همچه عشقی من در میاری. ببین اگر که بخوای تو 3 لغت سمانه رو توصیف کنی چی میگی؟ تو 3 لغت؟ آره 3 لغت، 3 صفت. صبور، برابری خواه، دوست دارم بگم مهربان، ولی یه خود اینجوری هم که هستم، خودم فکر میکنم هستم واقعا مهربانم. در مورد این کلمه مهربانی کار رو هم میکنی کسی که دوباره برابریه پر از محبت بگیرم. آره خب دقیقا همینه، به خاطر اینکه آدم ها فکر میکنم، دقیقا آدم ها تصورشون در مورد مهربانی میتونه متفاوت باشه. من واقعا خودم فکر می‌کنم خیلی آدم مهربانی ام، اما از طرف خودم فکر می‌کنم که شاید یه آدم دیگه به من ناکنه اینطوری باشه که نه حالا خیلی، شاید الان که احساس، الان که بیشتر در موردش حرف زدم گفتمش، احساس کردم که آگاهانه دوست دارم مهربان رو با همدل جایگزین بکنم. فکر می‌کنم که بیشتر همدلم تا اینکه حالا همیشه هم همه جوره مهربون باشم، نه سعی می‌کنم همدل باشم. من لغت لطیفم بهش اضافه میکنم، خیلی انسان لطیفی هستی، یعنی با وجود اینکه اون بیرون یه بالاخره تو به واسطه مدل کارت یه زره پوشیدی و جنجوت رو گذاشتی، ولی در درون سمان پر از لطافته. خیلی برام جالبه، یعنی تو در مصاحبه های جدی تری مصاحبات هم من ته لطافت رو میبینم. چقدر جالب.
جالب. من بعض وقتا بگفتم که من ایران دست بغل، من ایران شاعر بودم، از اینا بودم که میرفتم پشت میکروفون من به آن عشقی که کاری من چرا به گریه میندازی؟ آدم وقتی به هم میگن که مثلا سمانه جون دیگه شعر نمی نویسیم، میگه خب من فکر میکنم کاری هم که دارم میکنم همچنان شعر نوشتنه، ولی حالا یک شعر دیگری است. اینا فکر میکنم که جدی شدن زندگی و مسیر شغلیم یه ذره آره باعث شد که اون زره رو بپوشم، اما خب همون اون چیزی که یعنی در نهایت من همون بچه ای که از 9 سالگی گوشه کتاب دفتر شعر می نوشت همونم دیگه، همونم. بعد وقتی ایران بودم حالا جوری که زندگی می کردم بود که خیلی احساس نمی کردم باید حداقل پابلیکلی زره بپوشم، و بعدا عوض شدم اون چیزی که بازنمای بیرونیه در واقع. اما آره الان که تو بهم میگی احساس میکنم که اون آدم عوض نشده که جوری که خودش رو نشون میده و یا جوری که خودش رو پریزنت میکنه و یا اون بخشی که دلش میخواد بیشتر نشون بده اون در واقع تغییر کرده بیشتر. و اون بخشه رو من فکر کنم بر اساس نیازی که توی دنیای اطرافت میبینی داری بیشتر نشون میدی. بس همون بهترین خاطره کودکی چیه؟ با بهش فکر بکنم بهترین خاطره کودکیم، یا علاوه تصویر درباره لاک زدن یادم میاد، فکر میکنم برام آه، خیلی لاک تجربه زدی؟ جذاب و خوبی بود، اولین لاک هایی که مثلا اجازه داشتم برای خودم داشته باشم ایشون لاک زدم. بعدم یادم یه لاک قهوه‌ای هم بود چند روز پیش که داشتم لاک قهوه‌ای میزدم، مثلا پاییزی داشتم سد میکردم، اینجوری بودم که یهو بر دادم اونجا توی اون لاک قهوه‌ای زدن مثلا یه دختر 9 ساله، چرا لاک قرمز نداشتم، چرا قهوه‌ای؟ فکر کنم مثلا مال مامانم بود و مامانم احتمالا داده بودش به من دیگه. گفتی این من لازم ندارم این تو آره بزنی، دقیقا این داره خشک میشه تو دیگه بزن. میخواد بزنه به تمام گوش موشت دور ناخونش بزنه تمامش. عزیزم کدوم لحظه زندگی تی که دلت میخواد همون جوری یه بار دیگه تکرار شه؟ همونجوری یه بار دیگه تکرار شه، بار اولی که همسرمو دیدم، بابا یعنی از اون لحظه انقدر که بعضی وقتا ما میرم عکس، یعنی حتی وقتی اولین عکسی که ازش دیدم و میبینم، چون ما آنلاین با هم دیگه آشنا شدیم، یعنی من اولین بار همسرم رو یک عکس ازش دیدم و بعد همون عکس من رو خیلی به وجد آورد، مثلا خیلی از سر بر و روش خوشم. و بعد بار اولی که خب مسئله آنلاین دیدن آدم ها همینه دیگه، هی سوال بخورید واقعا واقعی این آدم واقعا همین شکلیه یا مثلا میرم سر دیت فوتوشاپ کرده. آره یه کس دیگه ای باشه. بعد اون لحظه ای که قرار حضوری داشتیم و همسرم رو دیدم و دیدم واقعیه همین شکلیه، چی اون هم صحنه، اون صحنه خیلی اصلا اون حتی الان که میگم دوباره اون تپش قلبه رو دارم که مثلا آره اون لحظه برام خیلی، و بعد یکی دو تا قرار بعدیمون هم که مثلا برای بار اول دستای همدیگر گرفتیم و اینا، اونا خیلی قرارای عاشقانه لذت های عمیقی بودن که مثلا دو طرف میز نشسته بودیم دستای همو گرفته بودیم همین هیچ، ولی مثلا و بعد همه احساسات دیگه از راه چشم داشت منتقل میشد، ولی خب خیلی لحظاتی هم که حتی الان که من در موردش صحبت کنم همسرم میگه خیلی لحظات اینتنسی بوده براش، ولی من دقیقا به خاطر همون اینتنس بودنه، خب هم یادمه شدید قشنگ واضح یادمه و هم همون اینتنس بودنه برام خیلی قشنگ بود. میگفتم مثلا خیلی برام جالب بود که با یه آدمی با این همه اختلاف فرهنگی یهو میشه مثلا تا ته ته قلبم مثلا لمس بکنه. چقدر زیباست، وای چقدر جالب. ببین میدونی این چیزی که داری میگی دارم میبینم که واقعا اگر که ما چند تا در دیگران باز کنیم و اون توی تو بریم به اعماق وجودمون، بریم حالا پیش کودکمون، خیلی مبحث کودک درون اخیرا تو روانشناسی کلیشه شده چون همه به عنوان یه سری چیز کامرشیالایز دارن ازش استفاده میکنن، یه واقعیتی که نمیشه از کتمانش کرد. این همه انسان خشمگین و دردناک و ناراحت و اینا فقط به خاطر اینکه اونو نمیبینن، ولی قشنگ معلومه که شما خیلی ارتباط قشنگی داری و اینی که مثلا از راه چشم فکر کن ما خیلی وقتا میگن که مثلا من صحبت میکنم با آدما میگن دیگه اون مال زمان تینیجری بود تموم شد، من میگم نه تو میتونی 60 سالت هم باشه اونو حس کنی و میتونی همچنان تو کیس شما
ما میدونیم شعله چیه، فقط کافی همچون گرمش نگه داریم این میمونه، این آتیش همچون روشن میمونه تا آخر عمر. و قشنگ داری میگی اینو، وقتی داشتی میگفتی و قشنگ لبخند چشم. آره خب فکر کنم خانواده برای من یه چیز خیلی نجات بخش بود در مهاجرتم. یعنی من هر وقت به ابعاد مختلف مهاجرتم نگاه میکنم و فکر میکنم که اگه من همسرمو ندیده بودم چی میشد اصلا، مثلا شاید تصمیم گرفتم برگردم برم ایران، میدونی، یا هزار یک اتفاق دیگه میافتاد، یا اگر که فرزندم رو نداشتم چه اتفاقی میافتاد. خیلی در طول این سالها فکر میکنم که من انتخاب کردم که اولویت زندگیم هم باشه. حالا یه وقتی از دستم البته در هم میره، کار و اینا اینقدر زیاد میشه که میاد اولویت میشه به شکل مقطعی، ولی فکر میکنم به شکل آگاهانه انتخاب این بوده که خانواده هم اولویت هم باشم، به ویژه اینکه اون خانواده ای که درش به دنیا اومدم دستم ازشون کوتاهه. یعنی واقعا این یه بخش خیلی بزرگیه دیگه. یعنی من همیشه وقتی به این فکر میکنم که خانواده، اینجوری هم که واو مثلا من سالهاست خانوادم رو ندیدم، اعضایی از خانوادم رو از دست دادم و هنوز فرصت نکردم در آغوش دیگر اعضای خانواده حتی عزاداری بکنم، و به خاطر همین خب این خانواده ای که اینجا ساختم خیلی برام پررنگتر هم شده از اون چیزی که حالا شاید مثلا برای دیگران باشه. خیلی جاهای خوبی از مهاجرت داری اشاره میکنیم، برای خیلی ها به درد میخوره، دست درد نکنه واقعا. ببین من میخوام بریم توی کار، بریم سراغ یه ماجیک و معجزه ببینیم چی کار میکنیم. میخوام 24 ساعت تو رو از فردا یه روز یه ساعت بهش اضافه کنیم، بکنیم 25 ساعت. یه قاضی سلیمون هم بدیم به شما که اصلا مشکل زمان و مکانم نداشته باشید. اون یه ساعت دلت میخواد چی کار کنی، کجا بری، کیو ببینی، مشغول چه کارایی سوال باشی؟ غمگی نپرس دیگه. من اگه یه همچین شرایطی داشته باشم میرم، من پدرم رو بدون اینکه ببینم پدرم فوت کرده، یعنی آخرین باری که من پدرم دیدم ایران دیدم، باردار بودم، کاسپیان حامله بودم، رفته بودم ایران و اون آخرین بار بود که من پدرم رو دیدم. اگر که زمان و مکان نباشه میرم یه جایی که پدرم هنوز زنده است، پدرم رو میبینم. I'm sorry، متاسف. آره خب حالا یه ساعت فکر میکنم میگی این یه ساعت برام جالب شد، به خاطر اینکه اینجوری هم که تو بگو یه لحظه، تو بگو من یه لحظه مثلا 5 ثانیه دیگه بابام بغل بکنم، یه ساعت که بشینیم قشنگ حرفم بزنم بگم ببین من میخوام در آینده این کار رو بکنم، راضی باش. راضی باش. آره چون من خیلی کارایی کردم که پدرم ناراضی بود، مثل همه باباهای سنتی دیگه، یه ایرانی دیگه احتمالاً که از خیلی چیزا ناراضی هن، ولی خب به هر حال دیگه همین یه کار. جوریه که انگار من بابام همیشه از این کارهایی که میکردم ناراضی بود، به این معنی که میگم من نگرانتم، به خودت آسیب میزنی. مثلا من حتی وقتی با همسرم داشتم ازدواج میکردم بابام اینجوری میگه مرد رو کی میشناسی، کی آشنا شدی، کی میخواین ازدواج کنی، اصلا چه خبره، چی شد، بچه دارم شدی، دوست دارم برم بهش ببینم، بهش میگم دیدی ببین آخرش چه خوب شده، ببین ما چه خانواده قشنگ، دیدی نگرانید، مثلا نباید نگران میبودی، ما خوبیم به خدا، ما خوشحالیم، مثلا تو هم خوشحال باش. من مطمئنم پدرت، یعنی مطمئنم با چیزایی که دارم از تو میبینم، مطمئنم که پدرت میدونستن که همه چی خوب پیش خواهد رفت و خوشحال خواهی بود، منتها اون حس نگرانی الان خودت مادری میبینی دیگه، یه حسیه که هی بعد من خودم یاد گرفتم هی قورتش میدم، حالا پسرم 8 سالش، هی قورتش میدم، هی میاد به دهنم میگم نه 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 بذار بذار. به ویژه به نظرم برای پدر مادرهایی که دیگه تو زندگی بچه هاشون از نزدیک نمیبینن، مثلا خب میگم تو یه کشور دیگه، من مردی رو که مثلا نمیدونم کیه، چیه، چه شکلیه، و حتی اگه بخوامم نمیتونم بشناسم. این مسئله شناخت در مهاجرت هم خیلی جالبه دیگه. تو ایران ازت مامان بابا 4 تا سوالی پرسن، مثلا میگه یارو خانوادهش فرهنگیه، خونهشون سعادت آباده، مثلا نمیدونم ماشینشون هم فلانه، دانشگاه شغل خودش هم فلان جاست، مثلا کارمند فلان داره، تو میگیری چه تیپ خانواده ایه، چه مدل چیزیه. حالا این میگیری الزاما همیشه درست هم نیست، ممکنه که حالا پیش داوری و پیش فرض و اینا داشته باشه، مثلا طرف میگه خانواده ارتشیه، تو یه جرقه دیگه تو ذهنت میخوره، اگه یکی بگه من خونم خانی آباده، تو یه چیزی آفره تصور دیگه ای از فکر میکنی متوجه شدی که طرف آره، اما
اینجا اونم نداره، که من همیشه البته در مورد رابطه خودم همیشه میگم که اون چیز خوبی بود دیگه، ما مجبور بودیم خود همو بشناسیم، مامانم چی کار است، بابام چی کار است، بچه کجا، اصلا من میگم بچه هر جایی هستیم اصلا نمیفهمم یعنی چی. اونم همینطور بود در مورد من، و خب پدر منم احتمالاً براش این خیلی هرچقدر برای من خوب بود، برای اون حالا نه فقط پدرم، برای کلا خانواده‌ام، برای مامانم یه مسئله بود که اصلا این آدم کی هست، اصلا ما بخوایم بشناسیمش هم نمیتونیم بشناسیمش، بعد تو داری باهاش ازدواج می‌کنی. وای چی کار داری میکنی؟ آره قضیه چیه؟ من قشنگ درک منم همسرم ایرانی نیستش، منم قشنگ اینو درک میکنم. مامان من یادم روز اولی که بهشون گفتم گفتن وا مگه مرد ایرانی چشه؟ ای وای عزیزم، ما کامان دیگه یه بار که جدا شدم یه نامزدی به هم خورده با تای تاک همه که مثل بابا نیستن که حالا بابا بده شانس ما، شانس من تو مرد ایرانی نبود. مرد ایرانی رو من ایست میکنیم نمیدونم چرا این حالی آره من آزمودم در این شهر بخت خیشه دیگه، من تو من ورژن ایرانی رو یه دارم، تا دارم خود تجربه دیگه ای داشته باشم. حالا نه که همه مردای ایرانی هم یه شکل باشن و واقعا اون چیزی که مثلا خواهیم تان کرده بودی خوبش مدل خوبش نبوده. من خودم به این نتیجه رسیدم که بیا ملیت و نشنالیتی و همه اینا رو بذاریم کنار، انسان ها رو ببینیم چی به چی هم. و واقعا هم همینجوری خیلی بهتر شد. همینی هم که تو میگی واقعا همینه. یکی از چون خیلی میپرسن با غیر ایرانی دوست شدن، معاشرت کردن، ازدواج کردن، اولین چیز اینه که اون قالب هایی که تو ذهنمونه بیاریم بیرون. مثلا من خیلی ناراحت شدم آدما میگن طرف خارجیه، میگم بابا جان من مهاجرت کردم، این بنده خدا اینجا صد اینجا، چرا به این میگید خارجی؟ بعد هر کی ایرانی نباشه خارجی نیست. من یه بار یکی بگو بیگانه، بگو بیگانگان جان، خیلی به برخور بیگانه دیگه، آدم میتونه با کسی که هموطن خودشه خیلی بیگانه تر از یه کسی باشه که داره یه جای دیگه زندگی میکنه و اصلا هیچ میدونی مشارکته، یعنی هیچ اشتراک فرهنگی ملیتی و فرهنگی با هم دیگه ندارن. دقیقا. و قبول داری که وقتی که من با یک عبارت، با یک لغت اولین ایمپرشن و احساسم نسبت به یک انسان دیگه میگم، اون میشه اولین فیلتر من. مثلا میگم طرف خارجیه، میشه اولین فیلتر من که بقیه قضاوت هامو برم، یعنی درست بر اساس انسان بودنش بهش نگاه نمیکنم، آدم نیست دیگه. اونم تو یک پیشفرض جداییه دیگه. من یه چیزی که یه ذره نگرانم میکنه بعضی وقتا اینه که من و شما که خب به هر حال در الان داریم زندگی میکنیم و خب از زندگیمون راضیم، احتمالاً که داریم ادامهش میدیم، غالبا میایم خب از زندگیمون ممکنه حرف هم بزنیم، و این باعث میشه که یک انگار که این تصور ایجاد بشه که پس مرد خارجی خوبه، مرد خارجی همینطوری یه هر چیزی که هست، همه مردای انگلیسی خوبه، همه مردای کانادایی خوبن، مثلا مردای ایتالیایی خوبه، حالا یا هر جای ملیت دیگری. در حالی که این تفکر هم خب یک تفکر اشتباهیه دیگه، یعنی اینجوری نیستش که واقعا مرد فلان جایی از مرد بهمان جایی بهتر باشد، همه جا خوب و بدهای خود داره. آره خب ولی فرهنگ تأثیر خودش رو میذاره، اما اینطوری نیستش که این فرهنگ های کشورهای دیگه هم بی نقص باشه، اینها هم توی روابطشون به هر حال گره های دیگری وجود داره. اما خب من حدس میزنم کسی که با رابطه ای داشته که با به سرانجام دلخواهش به معنی ادامه دادن زندگی نرسیده، کمتر ممکنه بیاد حرف بزنه، مثلا بیاد بگه من با یه مرد آمریکایی دیت کردم اصلا هم راضی نبودم، مثلا خیلی بد بود، یا من با یه، یعنی اصلا آدم ها کلن در مورد تجربه، حالا من مثلا حرف میزنم میام مثلا من تجربه طلاقم این بوده، مثلا یه بار دو بار دیگه به شکل روزمره که نمیام در موردش حرف بزنم، ولی خب به شکل روزمره درباره این زندگی که توشم حرف میزنم احتمالاً. برای اینکه در جامعه و این ممکنه که این سوء تفاهم رو ایجاد بکنه برای آدم‌ها که خب مثلا پس خارجی‌ها خوبن مثلا، ایرانی‌ها بدن. دقیقاً. نه من اتفاقاً همینجا اعلام کنم، من قبل از همسرم با چند تا مرد کانادایی دیگه هم دیت کرده بودم و اصلاً حس خوبی نگرفتم. که چقدر پیشینه خانوادگیشون، مدل بزرگ شدنشون، قسمتی از فرهنگ ریشه گرفتن آوردن بالا مهمه. مثل ما ایرونی ها دیگه، مگه هممون خیلی عجیب و غریبم تو اون زیاده، خیلی جذابم تو اون زیاده دیگه، واقعیتی.
ببین من یک سوال دیگه دارم که گفتم ازت بپرسم، هیچ ربطی به سوال قبلی سوال ها همه همینجوری رندوم. رندوم، من که اینو دوست دارم. پر استفاده ترین اپلیکیشن گوشی تو میتونه به ما بگی چیه؟ واتساپ احتمالا. چه جالب، اکثر آدم ها همینو میگن. فکر آره، ارتباطیه دیگه. یه راه ارتباطی به ویژه برای مثلا ما مهاجرا دیگه، یعنی اینجوری که دیگه فکر میکنم که آره غالبا من فکر میکنم واتساپ پر استفاده ترین آره اپلیکیشن یکی ازش بعد از استفاده میکنم. واتساپ چیه؟ اینستاگرام اینستاگرام. من همینجوری. چه جالب. و اگر اینو برمیگردوندی 10 سال گذشته ها، نه خیلی اصلا دو وایبر بوده. یه چیز دیگه آره هم. اینستاگرام اصلا یعنی اینستاگرام به این معنا بود که یه عکس بگیرم و مثلا بذارم، مثلا کپشن منو میرم عکس های قدیمی، چون این صفحه‌ای که من الان دارم همون صفحه‌ای که اولین بار سال مثلا 2014 ساختمش و بعدا از یه جای عکس های خصوصی رو پاک کردم. عکس های خصوصی که منظورم همون عکس که مثلا عکسته شخصیم تره، و شروع کردم پابلیک نوشتن. میرم عکس قدیمی رو میکنم، مثلا عکس یه گله و زیرش هم مثلا زدم هشتگ گل مثلا. همینه منم همینم اتفاقا بکنم. هشتگ اولین، ترافیک. آره اولین عکسی که فکر کنم، اولین عکسایی که گذاشتم الان که دارم نگاه میکنم، این قالیه بود، روش یه لاله گذاشته بودم، کناش آلمونی رنگ رو در برده بودم باش عکس گرفته بودم. That was همین Instagram. بود، یعنی کپشن نبود، جوری نمیخواد آدم بخونه، به همین خاطر آدم میرفت میدید و تمام شد میرفت. آلبوم فکر کنم آره وایبر اون موقع اپلیکیشن بود که پیام رسان بود و فکر کنم موقع از وایبر استفاده میکردم، ولی الان خب فکر کنم که اینستاگرام، ویدیو رو اینستاگرام نام کنی، ممکنه آره که الان که همه کپشن کار تو میخونی. اینستاگرام دقیقا میکنی، اصلا بخوای گروپ گروپ ویدیو کنی میتونی تو اینستاگرام بکنی. خودش یه کاری کرده که اصلا دیگه ازش دور نشیم. مره. ببین عجیب ترین چیزی که در مورد خودت چندی چیه؟ حتی شایعه طور اصلا شاخات در اومده بیرون. خیلی چیزای عجیب شنیدم، به خاطر همین برام انتخاب کردم این عجیب ترین. آها بگو. ببین مثلا یه بار شنیدم در مورد خودم که این از اینایی که مثلا اینا این تو خونه مثلا قشنگ معلومه، ببین چقدر شوهرش دوست داره و فلان و بهمان اینا، برای شوهرش مثلا زن بله قربانگو و فلان و اینا یه میاد اینجا برای ما ادای فمینیستا رو در میاره. این به نظرم خیلی عجیب بود، از این جهت عجیب بود که خب من چرا نباید با شوهرم بله قربانگونه، ولی من نباید چرا نباید با لیلی بلالای شوهرم بذارم مهربون باشم باش، خب معلومه من با اون مهزن مهربونی یعنی مثلا. چرا فکر میکنی بابا مایت همه وایستادم اینجا هر بار شوهرم یاد یه بار میخواد سره. انتقام همه آدمای دیگر ازش میگیرم. آره این بود به نظرم خیلی عجیب اومد. دیگه یکی دو بار حالا جالبه این چیزی که شنیدم بیشتر شایع نبودی، بیشتر دروغ بود، کسی که میشناختمش تو ایران تو جلسات شعر و اینا بود، نوشته بودش که این آدم همیشه حجابش رو تو ایران رعایت میکرد، منظورش بود که مثلا چادرینا بود و از عکس گرفتن با مردها هم پرهیز میکرد تو جلسات شعر و اینا. برای خواره من مثلا اینجوری بودم که نه من مثلا این شکلی نبودم، من با مردا عکس میگرفتم، کارهای دیگه هم با مردا که بود اگه دلم بخواد بکنم، ولی اگه مثلا با تو عکس نگرفتم احتمالا از تو خوشم نمیومده عزیزم. قاطی نکن همه رو. آره ببین سمانه، اگر که بخوای نگاه کنی به 10 سال آیندت و به خودت فکر کنی که تو این 10 سال، من نمیخوام کلیشه ای بپرسم چه اچیومنت هایی میخوای داشته باشی، ولی دلت میخواد که واقعیت ها بر مبنای واقعا فکت ها و واقعیت های مود، نه رویا پردازی، بگو دلت میخواد چی ببینی از نتیجه فعالیت های خودت و آدم های هم راست و هم سوی خودت. 10 سال دیگه سال دیگه دیگه به اجازه رویا پردازی هم که نمیدی دیگه چی بگم واقع گرایانه، یعنی واقعا من میدونی پاهمون رو بذاریم زمین. آخه اون چیزی که دارم بهش فکر میکنم اینه که دوست دارم بگم دوست دارم 10 سال دیگه ایران باشم، یعنی دوست دارم بگم که دوست دارم 10 سال دیگه امید توی اشتباه هم نیست ایران باشم و
همین کاری که آنلاین دارم میکنم، همین کاری که با مجموعه های مختلف دارم میکنم و روی زمین بکنم، یک مجموعه داشته باشم که ورکشاپ برگزار میکنه، کار میکنه، مشاوره میده در زمینه حقوقی، در زمینه خانوادگی، بیای اونجا با هم دیگه کار بکنیم. بله. دوست دارم کار بکنم و به این خاطر میگم که خب این میتونه واقعیت داشته باشه، به خاطر اینکه واقعا تغییرات اجتماعی و اون جرقه هایی که میتونن سرنوشت یک کشور رو تغییر بدن انقدر چیزهای واضحی نیستن. همون گفته معروفی که یک روز تا قبل از اینکه دیکتاتوری ها فرو بپاشن همه چیز عادیه، اون وجود داره و واقعا ممکنه این اتفاق بیفته. از طرفی میدونم که مسیر رسیدن به آزادی هم مسیر کوتاهی نیست و اون دیکتاتور هم با چنگ و دندون نشسته و داره سعی میکنه از هر آن چیزی که داره رو بچسبه که حفظ بکنه آن چیزی رو که داره. ولی من دوست دارم و امیدوارم که آره 10 سال دیگه این رها چیزی شده که بهش باشه. رسیدیم این باشه که بتونیم کار آموزشی و کار توانمندسازی داخل ایران بکنیم. به به. خب حالا دنیای دور بر تو یه ذره تصویر سازی کن برام. هی اشک من در بیار. خب من تخصص. دوست دارم، آره من دوست دارم 10 سال دیگه توی ایرانی زندگی بکنم که قیافه شهرهاش هیچ ربط و سرخیتی به اون چیزی که امروز داره نداشته باشه دیگه. دوست دارم همه جا پر از رنگ باشه، آدم ها با جنسیت و قومیت های مختلف اجازه داشته باشن همونطوری که دوست دارن زندگی بکنن، انقدر دسترس پذیر باشه که افراد دارای معلولیت رو راحت بتونیم تو خیابون ها، تو همین کوچه و محل کار و جایی که هستیم ببینیم. دوست دارم خانوادم با هم تو ایران زندگی بکنن، دوست دارم همسرم و بچه هم بریم ایران با هم اونجا زندگی بکنیم. اما خب واقع بینانه هم احساس نمی کنم که شاید این عملی باشه که هممون اونجا برای همیشه زندگی بکنیم. فکر می‌کنم یه خورده از اون آدمایی در حال رفت و آمد خواهیم بود که بخشی از زندگیشون اینجاست، بخشی از زندگیشون در ایرانه. و فکر می‌کنم آدم‌ها دوست دارم آدم‌ها رو بسیار شادتر از آن چیزی که امروز می‌بینم ببینم. آره قشنگ. به این دقت کردی دوبار ازت پرسیدم دنیا و تو دنیات خیلی راحت رفت تو ایران؟ یعنی قشنگ تصویر سازید یه راست رفت تو ایران. رفت ایران. آره دیگه فکر کنم این از اون بچه اتفاقای مهاجرت و دنیای ماست دیگه. انگار که من همیشه میگم یکی زندگی موازیه، دو تا زندگی موازی هن در واقع، که اینجاییه رو من در نبود اونجاییه ساختم. یعنی اگر من میتونستم برگردم ایران که مثلا شاید الان با شوهرم داشتم انزلی زندگی میکردم، من کجا بدونم میدونم داشتم کجا زندگی میکردم، میدونی چی میگم؟ و اینجاییه رو چون که اینجاییه عضو علل بدل اونیه که نمیتونم داشته باشم و واقعا من به زندگیم به این شکل نگاه میکنم، میگم خب چون نمیشه مثلا برگردیم ایران، نمیدونم این کار و اون کار و اونجا زندگی بکنیم اینجوری بشیم، پس این زندگی رو داریم میسازیم. بعد حالا اگر اون امکانه باز بشه خیلی برام سخت تصور کنم چه اتفاقی بیفته، چون از یه طرف اینجوری که ما همه اون چیزی که داریم و اینجا ساختیم. آره دقیقا. خیلی جالبه وقتی هم محدودیت رو میخوای داریم برداری چقدر ذهنت بازم محدودیت میذاره، انگار میترسه. اگه دلت بخواد یه چیز دیگه ای بگی، چیزی اضافه بکنی به این مکالمه، دوست داری که مخاطبینمون چی بدونن؟ دوست دارم در مورد سیاه و سفید نبودن حرف بزنم. فکر میکنم مهاجرت، چه برگشتمون به ایران، چه مرد ایرانی و مرد غیر ایرانی، چه دوستی، چه هیچ کدوم از اینا سیاه و سفید نیست و ما همیشه چیزایی رو از دست دادیم برای اینکه یه سری چیزایی رو به دست بیاریم. همه چیز به اولویت های ما بستگی داره، همه چیز. یعنی من یه زمانی هستش که میگم که من پدر مادرم خیلی جوونن، با اینکه پدرم 59 سالگی بنده خدا فوت کرده، یعنی همیشه میگم پدرم اصلا پیر نشد و فوت کرد،
و من روزی که مهاجرت میکردم یه چیزی که به هم اطمینان میداد این بودش که خب مامای من جوونن، یعنی من نگران این نبودم کی میخواد، از اینا مراقبت بکنه، نمیدونم چی و فلان. تو پدرم هم بنده خدا از بیماریش تا فوت کردنش انقدر یعنی کم بود که کسی لازم نبود کرد، یعنی اینجوری واقعا خیلی اتفاقی، خیلی سریع اتفاق افتاد همه چیز. اول پس این شکلیه، من اگر یه کسی ممکنه فکر بکنه که من یه دلبستگی خیلی جدی تو ایران دارم، نگرانی دارم، نمیتونم اونو ول کنم برم، اون اولویتشه. عالی. حتی یکی مثل من که فکر میکنه مام بابای من خیلی جوونن، لازم نیست نگرانش باشم، یهو زندگی اینجوری پیش میره غیر مترقبه، همون بابای جوون تو از دست میدی. حتما یه چیزهایی رو از دست میدی، ولی خب در کنارش یه چیزهایی هم به دست میاری. مثلا من میشنم به خودم حساب کنم، این چیزهایی که اینجا به دست آوردم برای من نفعش بیشتر، حتی تو مرد غیر ایرانی. به هر حال بله، من لذت این که وقتی براش سبزی پلو با ماهی میپزم با گوشت و پوست و استخون بفهمه یعنی چی، اون از دست میدم. آه برای این آدم توضیح میدم که سبزی پلو با ماهی سالن یعنی اینو، یعنی اونم میخوره کیفشو میکنه، ولی نمیفهمه که یعنی چی. اون هزار یک خاطره که با اون طعم برای من زنده میشه، برای اون زنده نمیشه. حافظ خانی و سعدی خانی شب یلدا رو نمیفهمه. برای یکی ممکنه بگه نه اینا خیلی برام مهمه، من اصلا همیشه برام مهم بوده با یه مردی دوست باشم که برام سعدی بخونه. خواره شما نه، نه رو با مرد غیر ایرانی شما نباید باشی. مگر خوبی نیست بره سعدی یاد بگیره برات. بابا هم نمیمد والله سر من بره برام سعدی یاد بگیره، ولی خب اصلا میدونمش علاقه ای نخواهد داشت که بره. یه چیزهایی رو از دست دادم دیگه به این شکل، یه چیزهایی رو آره، ولی خب در کنارش فکر میکنم که یه چیزهایی رو هم به دست آوردم، یک پنجره جدیدی به جهان من بوده، به من امکان آشنا شدن با یک فرهنگ دیگه، عمیق شدن با یک سری از روابط دیگر رو داده، بچه دار شدن و نشدن، بچه داشتن و نداشتن. و اینو در مورد بچه اتفاقا همیشه میگم، چند وقت پیش یکی از دوستای من میگفتش که یهو یه روز سره مثلا یه روز به من زنگ زد گفت من میخوام برم اسپانیا، یکی دو سال اسپانیا زندگی کنم. من یه لحظه گفتم واو رهایی، من بخوام خونم و محله به محله عوض بکنم، با هزار تا فکر کنم بچم مدرسهشو عوض کنه چی میشه. اون رهایی اون من رهایی رو از دست دادم و اصلا حواست نبوده. من رهایی که بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام پاشو برم یه جا دیگه، اصلا من دیگه اونو ندارم الان. ولی خب یه تجربه دیگه ای هم به دست آوردم. فکر میکنم این دوست دارم که هممون دنیا رو این شکلی ببینیم از رنگ و اینطوری برای خودمون تصمیم بگیریم که چه چیزایی رو از دست میدیم، چه چیزایی رو به دست میاریم، خب وزن کدومشون برام بیشتره، و خب پس اون تصمیم رو میگیریم بر اساس اون وزنی که اون اولویت ها از برای دنیا رو تنگی ببینیم، سیاه‌سفید نبینیم، فرصت ها رو بیشتر ببینیم، وزن ها رو نگاه کنیم و نترسیم از اینی که ممکنه یه انتخابی بکنیم که با اون فاکتورهای قبلی زندگیمون نمیخوره. آره. و خب آدم اشتباه هم میکنه دیگه، یعنی مثلا شما مسیر زندگی هممون رو نگاه بکنی، همه این آدمایی که امروز ممکنه حتی به اسم نمیدونم زن موفق، هنرمند موفق، فلان چیز موفق نگاش میکنی، او تو گذشتش هزار و یک اتفاق افتاده و زندگی رو همین زندگی رو هم اتفاقا یه طیف ببینیم. اینجا یه برش از زندگی، ما رو قرار نیست کسی بردار بعدن نگاه کنه بر اون برش قضاوتمون کنه، آدم بارم قرار طیف همش رو نگاه بکنن دیگه. دقیقا. ببین من همیشه میگم اینی که میدیدیم مثلا یه نفر تو مراسم اسکار مثلا طرف صدا میکنن میاد، حالا لباس آنچنانی پوشیده نامینیت شده بوده، میدونسته دیگه یه اتفاق قرار و میره اون بالا میلرزه، این اونی گرفته دستش رو داره تروفی گرفته دستش رو داره تشکر میکنه و گریه میکنه، ما فقط همون چند زیر یه دقیقه رو میبینیم، در حالی که اون آدم پر از بالا پایین چپ راست هزار تا شکست، چقدر تمرین، چقدر بدبختی کشیده تا یادش بگیره بره، چقدر اشتباه کرده، چقدر در حق بقیه ممکنه کار خوب و بد کرده باشه، ما اونو نمیبینیم، فقط همون یه تیکه سمانه. الان یه همسر مثلا غیر ایرانی داره، یه بچه داره، نمیدونم یه همچین شغلی داره، یه همچین آرمانی داره، همین یه تیکه، همین یه برش رو میبینیم، بعد این میشه سیاه و سفید. دقیقا. مرسی، واقعا خیلی متشکرم، واقعا از زمانت ممنونم، من خیلی ازت چیز یاد گرفتم.
خواهش دنیای میکنم، رنگی واقعا. ممنون از تو بابت دعوتت، من خیلی خوشحال شدم فرصت ایجاد شد که با هم دیگه صحبت بکنیم، و منم اتفاقا فکر میکنم که اینم یه پنجره جدید دیگه، احتمالا مخاطبین تو کسایی هستن که خیلی هاشون اصلا من نمیشناسمشون، اونا منو نمیشناسن، و بعد خیلی خوشحال شدم خودت رو دید، خودت یک پنجره جدید بودی اصلا، دیدن خودت در این گفتگو و به این شکل و سخاوتت در کامپلیمنت دادن بسیار بسیار برای من جذاب بود و نظرم رو جلب کرد، و جز اون چیزایی بود که اینجوری که یاد بگیر اونجا، ببین آکا، ببین چه حس خوبی میده، اگه میخوای به بقیه حس خوبی بدی و بر خودت یه جا یادداشت کن، و بعدم بگو اینا از سلماز یاد گرفتم که بیا سخاوت به جای کردن. لغت کامپلیمنت یا تعریف بگیم در دیدن تو و گفتنت، آه برای خیلی اینکه من واقع بینی این آینه است دیگه، من فقط اون چیزی که میبینم میگم، عزیزم، مرسی مرسی براش بر نداشتم رنگش کنم، واقعا مرسی مرسی، خیلی خیلی محبت دست داری، داد. ممنونم ممنون که میگم این پنجره جدید رو به روی من و احتمالا به روی مخاطبانت باز کردی. خیلی خوشحالم، واقعا ممنونم، امید به امید از مکالمه های بیشتر، کارهای متفاوت تر. برو کاسپینتو حتما بچلون از طرف من عزیزم همسر سلام برسون، بله باشی، شب خوبی داشته باشی هم عزیزم، همینطور، خیلی ممنون و متشکر سلماز جون، مرسی مواظب ازم، خودت باش، خدافظ. خیلی خوب بود، خیلی چیز یاد گرفتم، تو گریه کردم ولی اشکم رو قورت دادم رفتم جلو. چقدر میتونه دنیا متفاوت باشه وقتی بد جور یه جور دیگه بهش نگاه کنیم، خیلی قشنگ تر میتونه باشه. عزیزای من مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، حالا که تا اینجا اومدین مطمئن کنین که سابسکرایبین، اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنین، اگه کامنتی دارید بذارید، اصلا نمیدونین وقتی من میام کامنت های شما رو میخونم چقدر حس خوبی میگیرم و واقعا مطمئن میشم که پس درست راه درستی دارم میرم، شما محتوا رو دوست دارید، دلتون میخواد من ادامه بدم، اگه کس دیگه دلتون میخواد دعوت کنم، یه سوال خاصی هست که دلتون میخواد از این مهمونامون بپرسیم برام بنویسید. مواظب خودتون باشید، تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و تنتون سلامت.